سلام، بیایید درس هفتم صنف ابتدایی رسامی را شروع کنیم. از این به بعد نمونه تصاویر واقعی را مشاهده خواهیم کرد. شما فقط باید گام به گام مرا دنبال کنید. امروز ما قصد داریم یک کارت دعوت بسازیم. خیلی ساده خواهد بود. پس نگران نباشید و آهسته دنبالم کنید. اول فایل، بعد اوپن. یک تصویری که می خواهید بیرون کنید. حتی بهتر خواهد بود اگر از عکس خود استفاده کنید. همینطور نیست؟ اول آبجکت، بعد لاک، بعد سلکشن. این کار را بکنید تا وقتی با پن تول ردیابی میکنیم انتخاب نشود. بیایید با استفاده از پن تول تنها صورت را در تصویر ردیابی کنیم. Fill color none. بیایید رنگ استروک را سرخ کنیم. اولین و آخرین نقاط باید ملاقات کنند تا شکل تکمیل گردد. با دقت روی آن کلیک کنید. برای صاف کردن مناطق ناهموار در نقاشی از Smooth Tool که دومین گزینه در Pen Tool است استفاده کنید. از Direct Selection نیز استفاده کنید. امروز ما می خواهیم در مورد یک طرز بسیار مهم یاد بگیریم.
در الستراتور یک عملکردی وجود دارد برای برش تصویر به شکل که ما فعلا رسم کردیم. Object بعد Unlock All بعد Control A کلک راست کنید. آیا شما Make Clipping Mask را می بینید؟ ما امروز از این عملکرد استفاده خواهیم کرد. این عملکردی است برای بریدن یک تصویر به شکل که ما رسم کردیم. فعلاً ما گوش‌های خرگوش رسم می‌کنیم تا کمی بیشتر جالب شود. کنترل C، کنترل V اندازه را تنظیم کنید. Object، بعد Lock، بعد Selection را انتخاب کنید. سپس با استفاده از Pen Tool ردیابی کنید. خط هنوز تنظیم نشده است. برای خط یک رنگ انتخاب کنید. پنجره مثلث را از سویچز باز کنید. سویچز لایبرری را باز کنید. دیفولت RGB را انتخاب کنید. یک خط سرخ را انتخاب کنید. بیایید گوش‌های خرگوش را در داخل آن بکشیم. مطمئن شوید که با دقت کلک کرده اید تا نقطه اول لنگر را برآورده کنید. برای صاف کردن خطها از Smooth Tool و Direct Selection Tool استفاده کنید.
آن را بکشید و انتخاب کنید. سپس کنترل جی را فشار دهید تا گروه شود. هنگام فشار دادن کلید آلت آن را انتخاب و کپی کنید. کلیک راست، ترانسفارم، ریفلکت، ورتیکال را انتخاب کرده و زاویه را 90 درجه کنید. آبجکت قفل‌هایش را باز کنید. تصویر پس زمینه را پاک کنید. ان گروپ با فشار دادن دکمه شفت می توانیم چندین مورد را انتخاب کنیم. وقتی دوباره شفت را کلیک می کنیم از حالت انتخاب خارج می شود. بیایید گوش های خرگوش را گلابی رنگ کنیم. استروک، بعد نن، بعد فل. دوباره کلیک کنید و رنگی را که دوست دارید پیدا کنید. در حال فشار دادن کلید شفت گوشه خارجی او را نیز انتخاب کنید. رنگ استروک را به خاکستری متوسط تغییر دهید. تصویر صورت بریده شده را بیاورید. در حالی که انتخاب شده است، کلیک راست، ارنج، ارسال به عقب، سن تو بک را کلیک کنید. ما باید گوشهای خرگوش را به عقب بفرستیم. بیاین این کار را انجام دهیم. راست کلیک کنید، ارنج، بعد سن تو بک. بیایید اندازه گوشها را تغییر بدهیم. گوشها را توسط کنترل جی گروه بندی کنید. بنابراین حرکت آن راحت تر خواهد بود. توسط کنترل جی همه چیز را بکشید و چهره را به یک تصویر تبدیل کنید. بیایید فعلا کارت دعوت را بکشیم. اولین گزینه را در ریکتنگل تول که کوادرنگل تول است انتخاب کنید. سپس یک مستطیل به اندازه دلخواه خودت بکشید. من از خودم را صورتی می کشم. برای تغییر رنگ آزادانه می توانید روی فل کالر دوبار کلیک کنید تا به هر رنگی که می خواهید تغییر دهید. راوندد رکتنگل تول را انتخاب کنید که گزینه دوم در رکتنگل تول است. بر روی پس زمینه دوبار کلیک کنید تا انحنا و یا کج بودن آن به 6 برسد.
بر روی Fill Color دوبار کلک کنید تا با هر رنگی که می خواهید تغییر دهید. اندازه را تنظیم کنید و آن را در هر جا که می خواهید قرار بدهید. پس زمینه را با سلکشن تول انتخاب کنید، نه با دایرکت سلکشن تول. پس یک رهنما در وسط قرار دهید. همه چیز را به مرکز تراس کنید. بیایید کلمه دعوت را در بالا قرار دهیم. آیا بیاد دارید که برای نوشتن چیزی باید از تایپ تول در جعبه ابزار استفاده کنید؟ اگر می خواهید متن را تنظیم کنید، در پنجره آپشن بکشید و تغییر دهید. من این کار را به راحتی در مینوی تایپ در بالا انجام می دهم. اول، بیایید آن را بزرگتر کنیم. سپس فونت را تغییر دهید. ایجاد تغییرات ساده مانند تغییر اندازه متن با سلکشن تول امکان پذیر است. به رهنما نگاه کنید تا با مرکز هماهنگ شود. متن را در هر جا که می خواهید قرار دهید و بیایید رنگ آن را تغییر دهیم. Fill color, بعد none, بعد stroke color. بیایید آن را سفید کنید. در گزینه استروک ضخامت خط را دو می کنیم. متن و رنگ استروک را در هر قسمتی که دوست دارید تغییر دهید. فعلا متن را که می خواهید قرار دهید. من مکان، زمان، چیزهای آماده سازی و یک پیام دعوتنامه بسیار ساده را قرار خواهم داد. متنها را این گونه قرار می دهم.
شما می توانید پیام کوتاه مورد نظر خود را قرار دهید. فعلا بیایید بعضی تغییرات را در فونت، اندازه و موارد دیگر ایجاد کنیم. با سلکشن تول انتخاب کنید و در تایپ تغییرات ایجاد کنید. هنگامی که به تایپ و در بالا فونت می روید، می توانید نمونه های فونت را جستجو و مقایسه کنید. اگر می خواهید با ظرافت حرکت کنید، با سلکشن تول انتخاب کنید. سپس با کلیدهای جهت‌دار حرکت کنید. اگر فونت و اندازه را تصمیم گرفته اید، بیایید رنگ را نیز تغییر دهیم. هنگام تغییر دادن رنگ، می توانیم کالر را دوبار کلیک کنیم. یا برای تغییر مستقیم به پنجره کالر برویم و آنجا را تغییر دهیم. یا می توانید جعبه رنگ نقاشی را بیرون کنید. از Open Switches. همان طوری که قبلا به شما گفتم، فرق نمی کند از کدام روش استفاده کنید. View, بعد Guides, بعد Clear Guides. حالا عکس صورت را روی کارت دعوت قرار دهیم.
اگر نشان داده نشد مطمئن شوید که انتخاب شده است. سپس روی ارنج رینگ تو فرانت کلیک راست کنید. ما آن را به جلو یا پیش رو آوردیم. اندازه و جهت را تنظیم کنید. صورت را انتخاب کرده و آن را انگروپ کنید. گوشای خرگوش را نیز انتخاب کرده و آن را انگروپ یعنی از گروپ بکشید. فیل کالر گوشای خرگوش را به رنگ سفید تنظیم کنید که به نان تنظیم شده بود از قبل. و در آخر همه چیز را طور قرار دهید که خوب به نظر برسد. بنابراین ما از چهره خود استفاده کرده و یک دعوتنامه ساده ساخته ایم. امیدوار هستم که شما به خانه بروید و خودتان این را امتحان کنید. تشکر.